بشنو از نی. به نام دوست که هرچه داریم از اوست. عرض سلام و درود و وقت بخیر خدمت همه حضار محترم، مدعوین گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. سال نو رو به تک تک شما عزیزان تبریک عرض میکنم و براتون سالی پر از سلامتی و خوبی و خوشی آرزو دارم. عید نوروز تنها عیدیه که نقطه تلاقی بین همه ادیان و همه اقوام ایرانی است. در کشور پهناور ایران ادیان زیادی هستند. ادیان زیادی داریم. از مسلمان و یهودی و مسیحی و زرتشتی و بهایی که هر کدومشون آیین خودشون رو دارن. هر کدوم از اینها اعیاد خودشون رو دارن. ولی عید نوروزه که تنها عیدیه که همه اونها در اون مشترک هستن. انشالله که سال بسیار بسیار خوب و خوشی و سلامتی و پر از برکت برای همه شما عزیزان باشه. یه مثالی هست ما همیشه میزنیم. چه زمانی میزنیم؟ زمانی که یه شخصی رو مدت مدیدی ندیدیم، مدت زیادی یک شخصی رو ندیدیم، بهش میگیم پارسال دوست، امسال آشنا. بابا کجایی؟ خبری ازت نیست. چرا این مثال رو میزنیم؟ چرا میگیم پارسال دوست، امسال آشنا؟ برای اینکه آشنا یه پله پایین تر از دوستیه و دوستی یه پله پایین تر از رفاقت. وقتی میگیم که پارسال دوست، امسال آشنا، یعنی نزول کرده رابطه ما. ما پارسال با هم دوست بودیم ولی امسال آشنا شدیم. آشنا یعنی من یه کسی رو میشناسم. یه دفعه میگیم که قیافه یارو چقدر آشنا میزنه، یارو چقدر قیافش آشناست. یعنی دوست نیستیم با هم، فقط میشناسمش. و همین که میگیم قیافه یارو آشناست، اون آشنایی شاید بعدها تبدیل به دوستی بشه. و من امیدوارم که امسال سالی باشه که آشنایی ها تبدیل به دوستی بشه و دوستی ها تبدیل به رفاقت. اگر اجازه بدید یک شعری رو براتون بخونم که این شعر از اشعار سالهای دور من هست و در رابطه با ایران و خاطراتی که در ایران قدیم داشتم. اما قبل از اینکه بخوام این شعر رو بخونم، خواستم یه یادی بکنم از همکار بسیار بسیار عزیزم، عزیزمون که از دست دادیمش، پرویز فیروزکار. جا داره که یه یادی بکنیم ازش و خواهش میکنم به افتخار پرویز فیروزکار یه دست بلند بزنید. واقعا جاش خالیه در این جمع و امیدوارم که روحش شاد باشه، بقای عمر خانوادش. یه شعری رو براتون میخونم و رفع زحمت میکنم. اسمش هست گذشته های دور، گذشته هایی که همه ما باهاش خاطره داریم. امیدوارم گوش بکنید و همین همه هست تو سالن، یکم اگر گوش بکنیدم بد نیست به نظر من. پارو گذاشتم رو دلم، پارو گذاشتم رو دلم، زدم بیرون از ایرونم، از ایرون قشنگمون، گاهی میگم پشیمونم. یه چیزی هستش همیشه بین ماها مشترکه، زخم دلامون که همه مثل انار پرترکه. دلم شده تنگ واسه گذشته های دور دور، مردم پاک وطنم با لهجه های جور با جور، ایران و مردم خوبش، ایران و مردم خوبش، مردم های مهربونش، تهرون و پاییز قشنگ با شرشر تو ناودونش، سرچراغی تو بازاراش، حجره دارا و حاجیاش، شاگردا و داد زدنا،
سرصدا و حراجیاش، قهوه خونه قنبر و قلیون با زغال چاق، نقالی هم یه گوشه ای، دیزی های روی اجاق، یه چرخی لبو فروش. یادم میاد جوونی بود، دستمال یزدی گردنش، لهجهش هم اصفهونی بود. لبو یه شیرینی دارم، لبو نگو عسل بگو، یه بشقابش 5 ریال. پول نداری اول بگو. اون طرفش بگو چی بود؟ آخ که سیراب شیردونی بود. یه گوشه بلال فروش با سطلی از آب نمکش، مشتریاش بابات بزن گاهی میرفتن کمکش. سنگکی جلو درش یه سنگکی به میخ میزد، جیگرکی جیگرسیا با قلوهی به سیخ میزد. نونوایی و تنور داغ سر کوچمون بربری بود، یه دختری بود تو محل کارش فقط دلبری بود. عاشق دختره شدم تو بچگی و عالمش، سالها گذشت از اون روزا بالاخره گرفتمش. اسمش با میم شروع میشد، در انتهاشم یه ه بود. تو ذهنتون حالا نگید محبوبه بود یا منیجه، یا محبوبه بود یا منیجه. از که میشد تو مسجد بانگ از اون میومد، دوون دوون تو مسجد پیر و جوون میومد. بانگ از اون تو دلها یه حس و حالی میداد، پولهای دخل مردم بوی حلالی میداد. رنگ و ریا کجا بود؟ دلا پر از صفا بود، تار سیبیل گرو و عهد همه وفا بود. آره عزیز جونم، چه روزایی که داشتیم، قدر چنین روزا رو آخه چرا نداشتیم؟ بریم گروه کوبانگ، آقای متین اساقی، میثاق اساقی، لذت ببرید از موسیقی این عزیزان. خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودم. انشالله که امشب بهتون خوش بگذرم.